در سپتامبر 2003 زمین لرزه‌ای به بزرگی 8.3 ریشتر هوکایدو در شمال کشور ژاپن را به شدت لرزاند. 849 نفر زخمی شدند و 2 نفر نیز ناپدید. اما تنها 3 ماه بعد در دسامبر 2003 زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.5 ریشتر شهر بم در کشور ایران را لرزاند که طی آن حادثه نزدیک به 30,000 نفر جان باختند و 10,000 نفر نیز زخمی شدند. به راستی چرا این تفاوت شگفت‌انگیز میان تلفات زلزله شدید در کشور ژاپن با زلزله در کشور ایران وجود دارد؟ آیا خدایان زلزله ژاپنی ها را بیشتر از ایرانیان دوست دارند؟ یا آنکه حاکمان ژاپنی همواره در اندیشه ساخت وطن زیبا و امن برای مردمانشان هستند؟ به جای آنکه سرمایه های ملی را برباد دهند و صرف کشتار آدم ها در کشورهای دیگر کنند. من فرید خلیفی هستم و اینجا دانستنی های جهان ما از کیهان لندن. سپتامبر 1945، جنگ جهانی دوم پایان یافته است. ساکنان زمین در حال شعف و گرامی داشته یاد از دست رفتگان عفریت جنگ هستند. اما آیا جنگ پایان یافته؟ با پایان این جنگ خطر دیگری به سرعت در حال گسترش است. خطری به نام کمونیسم که از شرق تا غرب تحت تأثیر آن قرار می گیرد. اتحاد جماهیر شوروی که یکی از کشورهای همپیمان متفقین در جنگ جهانی دوم محسوب می شده، اکنون با پایان جنگ جهانی دوم جبهه تازه‌ای در برابر امریکا و متحدان اروپایش می گشاید. جبهه تازه با نام جنگ سرد. اگرچه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا هیچگاه در طی سالهای جنگ سرد در رویاروی مستقیم نظامی با یکدیگر قرار نگرفتند، اما مسابقه تسلیحاتی بی سابقه‌ای میان این دو قدرت در گرفت. مسابقه‌ای که از گستره فضا تا آبهای اقیانوس به محل برگزاری آن تبدیل شد. زیردریایی‌های اتمی امریکا و شوروی راهی اقیانوس‌ها شدند و این گونه نبرد اطلاعاتی تسلیحاتی شدیدی در آب‌های زمین نیز آغاز گردید. از آنجا که زیردریایی‌های اتمی امکان پنهان شدن در اعماق دریا را داشتند، برقراری ارتباط رادیویی با آنها کار دشواری بود. از همین رو ایالات متحده امریکا سرگرم کار بر روی روش‌های تازه‌ای جهت ارتباط با زیردریایی‌ها شد که یکی از آنها ارسال ذرات باردار به لایه حیاتی یونوسفر زمین بود. بالاترین لایه یونیزه اتمسفر زمین که با جذب پرتوهای خطرناک ناشی از تابش‌های خورشیدی چون اشعه فرابنفش و اشعه ایکس از ادامه حیات موجودات زنده در سیاره ما محافظت می‌کند. کشور امریکا برنامه ریزی‌هایی برای عملی نمودن این طرح را آغاز نمود. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 جنگ سرد نیز عملاً متوقف شد. با پایان جنگ سرد وجود تأسیسات متعدد راداری که جهت راهگیری‌های هوایی در جریان جنگ سرد راه اندازی شده بودند دیگر ضرورتی نداشتند. یکی از این تأسیسات در گاکونای آلاسکا بود. ایالات متحده امریکا طرح ارسال امواج به لایه یونوسفر را تحت عنوان برنامه پژوهشی هارپ یا های فرکانسی اکتیو ارورال ریسرچ پروگرام در پایگاه رادیویی گاکونا در سال 1993 به طور رسمی به اجرا درآمد. نیروی هوایی ایالات متحده، دانشگاه فیربنکس آلاسکا و آژانس پژوهش‌های پیشرفته دفاعی امریکا موسوم به دارپا بنیانگذار این پروژه بودند. رفته رفته دانشگاه‌های مطرح دیگری در امریکا چون MIT، جانز هاپکینز و ویرجینیا تک نیز به این برنامه پژوهشی پیوستند.
اگرچه تأسیسات عظیم پروژه هارپ توسط شرکتی بریتانیایی به نام تکنولوژی‌های پیشرفته BAE طی قراردادی 35 میلیون دلاری طراحی و ساخته شد، اما طبق گزارش‌ها تا کنون صدها میلیون دلار صرف این پروژه شده است. 12 ردیف 15 تایی از آنتن‌های فلزی که هر یک در حدود 22 متر ارتفاع دارند، مجموعاً 180 آنتن در زمینی به مساحت 16 هکتار بخش خارجی این فرستنده بزرگ را تشکیل دادند. فرستنده رادیویی با توان ارسال سیگنال‌های 3.6 مگاواتی با فرکانس بالا به سمت لایه یونوسفر که در ارتفاع تقریبی 70 تا 1000 کیلومتری از زمین قرار دارد. امواج رادیویی ساطع شده از این پایگاه رادیویی قابلیت تاثیرگذاری بر ارتفاع 70 تا حد اکثر 300 کیلومتری در لایه یونوسفر زمین را دارند که با افزایش انرژی درونی الکترون‌ها آنها را به جنب و جوش واداشته و این گونه می‌توانند تأثیری بر گرم‌تر شدن ناحیه کوچکی از یونوسفر بگذارند. این پروژه صرفاً تحقیقاتی با هدف پژوهش و بررسی لایه یونوسفر زمین از جنبه‌های گوناگون شروع به کار نمود. برای نمونه بررسی تأثیرات سوء یونوسفر بر ارتباطات رادیویی سطح زمین تا دانشمندان به واسطه این یافته‌ها قادر شوند عملکرد رادیویی بهتر و با اختلالات کمتری را ایجاد کنند. سیاره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم علاوه بر هوا دارای بخش پر اهمیتی به نام پوست نیز است. پوسته‌ای که از 5 تا 70 کیلومتر ضخامت دارد و بر روی گوشته‌ای مملو از مواد مذاب جای گرفته. اما پوسته زمین، همان بخش سفت سیاره که ساختمان‌هایمان را بر روی آن بنا می‌کنیم، آن گونه که به نظر می‌رسد یک دست و به هم پیوسته نیست و از قرار گرفتن صفحات غول‌پیکری در کنار یکدیگر ساخته شده. این صفحات غول‌پیکر صفحات تکتونیک نامیده می‌شوند. بخش‌های عظیم که حتی گاهی می‌توانند بیش از یک قاره را هم در خود جای دهند. برای مثال کشور ایران تنها بخشی از صفحه تکتونیک اوراسیا است که بخش بزرگی از آسیا و اروپا را در خود جای داده است. این صفحات دارای تحرک هستند و حواشی مرزی آنها مناطقی مستعد پدیده ویرانگر به نام زمین لرزه است. برای نمونه در شرق آسیا و منطقه‌ای که کشور ژاپن نیز آنجا واقع شده، محل تلاقی چند صفحه تکتونیک اوراسیا، فیلیپین و اقیانوس آرام است که در چنین وضعیتی ریسک بالای زمین لرزه در این منطقه به ویژه کشور ژاپن کاملا مشهود است. زمین لرزه ها که انرژی آنها از اعماق چند هزار متری زمین ایجاد می شوند، در سطح زمین و نقاطی که دارای شکستگی های سنگی هستند ظاهر شده و با آزاد شدن آن انرژی تأثیرات ویرانگری از خود به جای می گذارند. نقاط دارای شکستگی سنگی در سطح زمین را اصطلاحاً گسل می نامیم. آزاد شدن انرژی درونی زمین چنانچه در دریا رخ دهد منجر به پدیده سونامی خواهد شد که امواج سهمگین ناشی از آن در صورت رسیدن به خشکی می توانند نقش بسیار مخربی داشته باشند. چنانچه با همپوشانی نقشه تکتونیکی زمین و گسل‌ها نگاهی به وضعیت جغرافیایی کشور ایران بیندازیم، خواهیم دید که درجه بالای خطر زلزله در این منطقه از زمین نیز کاملا مشهود است. کشور ایران به واسطه همین وضعیت جغرافیایی طی سالیان شاهد زمین لرزه‌های متعدد و پرقدرتی بوده که منجر به فجایع جانی و مالی قابل توجه نیز شدند. زمین لرزه های مخربی که کانون آنها اغلب در عمق 8 تا 25 کیلومتری پوسته زمین بوده است. اما هارپ که شاید ظاهر آنتن های متعدد آن از گذشته دلیلی بر افسانه پردازی در خصوص آن بوده، همواره پس از هر حادثه طبیعی مانند طوفان یا زلزله تبدیل به سوژه‌ای برای هواداران تئوری توطئه می شود تا این ایده عجیب را مطرح کنند که هارپ می تواند عامل ایجاد حوادثی چون زلزله باشد. ولی آنان قادر به پاسخ پرسشی اساسی در این زمینه نیستند.
چگونه پروژه تحقیقاتی هارپ که تنها فرستنده رادیویی با کارکرد علمی مشخص است میتواند نیروی بسیار عظیمی را در ده ها هزار متری عمق پوسته زمین ایجاد کند تا منجر به زلزله های ویرانگر چند ریشتری در سطح زمین شود. اگرچه تا کنون هیچ پاسخ علمی و روشنی به این پرسش داده نشده، ولی دست کم برای این پرسش مهم که دلیل تفاوت معنادار در میزان تلفات زلزله 7 ریشتری در ایران با زلزله 9 ریشتری در کشور زلزله خیز ژاپن چیست؟ پاسخهای علمی متعدد و روشنی وجود دارد.